بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت تمامی دوستان عزیزم. ایمان فرحی هستم، مدرس رسمی کمپانی مایکروسافت آمریکا و میکروتیک اروپا. افتخاره که این مجموعه آموزش ها رو خدمتتون هستیم. برای این داستانه که پیش اومد و یه ذره وقتتون شاید بیشتر باشه، تصمیم گرفتیم با نظرسنجی که از خودتون شد، دوره مهندسی روتینگ میکروتیک رو به صورت کاملا رایگان براتون بذاریمش تو کلیپ های 10 دقیقه 10 دقیقه که هم از طریق وبسایت farkyontech.com و هم از طریق IGTV خودم براتون قابل دسترس باشه و بتونید استفاده کنید. دوستان عزیز، میکروتیک راوتینگ انجینیر یا میکروتیک سرتیفای راوتینگ انجینیر کورس رسمی از کمپانی میکروتیک هست که راجع به مفاهیم روتینگ میخوایم داخلش صحبت کنیم. خب به صورت خیلی حرفه‌ای استاتیک روت رو داخلش یاد میگیریم، مفاهیم تخصصی روت رو توش یاد میگیریم، بحث‌های چک گیت‌وی و حالا gateway reachability و دیگه بحث distance و recursive next hop resolving و اینجور چیزا، بحث point to point IP address ها که بسیار بسیار به دردمون میخوره، بحث اینکه VPN چیه، انواع تانل ها، تانل IP, UIP, SSTP و حالا تانل مختلف، VLAN بندی، QNQ، VLAN رو خیلی قشنگ اینجا یاد میگیریم، انتقال VLAN تحت اینترنت رو یاد میگیریم، تانل GRE رو اینجا نگفته ولی GRE رو هم کار خواهیم کرد. در ادامه با روتینگ پروتکل RIP اول آشنا میشیم، مثلا یاد میگیریم روتینگ پروتکل ها چی هستن، چه کاربردی برای ما دارن و روتینگ پروتکل RIP اول یاد میگیریم، بعدش هم روتینگ پروتکل OSPF و خیلی حرفه‌ای یاد میگیریم، هیلو مسیج ها چی هستن، اریا چیه، انواع روتر ها چیه، ABR چیه، DR چیه، BDR چیه و مفاهیم خفن و کلی سناریوهای توپ با هم کار میکنیم. خب برای که یه نفر بچه‌ها بخواد این دوره رو خیلی خوب و حرفه‌ای یاد بگیره، حداقل تو یه سری از سناریوهاش، مثلا سناریو OSPFش ممکنه مثلا 10 تا 15 تا روتر احتیاج داشته باشه، ولی به هیچ وجه لازم نیست نگران باشید. من با توجه به اینکه به خاطر این شرایط و میخوام شما از خونه بتونید این سناریو رو کار کنید، کل این دوره رو کار کنید، ما کل این دوره رو با VMware کار می‌کنیم، ولی خب یه ذره متفاوت کار می‌کنیم. خب بچه‌ها نگاه کنید، من موقعی که دارم راجع به بحث روتر صحبت میکنم، مثلا یه همچی شکلی که من براتون کشیدم، مثلا یه اولین سناریو که انشالله با هم حل خواهیم کرد، خب من یه راوتر A دارم، یه راوتر B، یه راوتر C، یه دونه راوتر D که راوتر A یه لن داخلی داره از رنج 192.168.10.0/24، یه اینترفیس به سمت راوتر B داره، یه اینترفیس به سمت راوتر D، B هم همینجور، C هم همینجور، D هم همینجور. یعنی الان راوتر A سه تا برادکست دومین مجزا داره، راوتر B همینجور و اینها میخوان به هم سمت همدیگه روت بنویسن. ولی وقتی که بچه ها راوتر A میخواد به سمت راوتر B روت بنویسه، جدا از اینکه همونجور که خودتون میدونید باید نتایدی این دوتا یکی باشه، یعنی نتایدی این مثلا در عدد 0/C باشه، اینم در عدد 0/C باشه که حالا IP 1ش اینجاست، IP 2ش اینجاست، باید این دوتا تو یک برادکست دومین باشن از لحاظ اینترفیسی، اگه اینترفیس فیزیکال باشه، حالا تانل و اینا رو کارش نداریم. روتر A اگه میخواد با دی ارتباط داشته باشه باز هم همینجور، که خب اگر ارتباط واقعی بود و دیوایس واقعی بود، خب ما روترها رو از طریق کابل‌های مختلفی به هم دیگه وصل می‌کنیم. ولی حالا که داستان متفاوت شده و می‌خوایم رو مجازی سازی انجام بدیم، ما میتونیم دقیقاً این سناریو رو تو محیط مجازی انجام بدیم، خیلی حرفه‌ای و کامل. ولی خب باید دونه دونه این برادکست دومین ها رو ایجاد کنیم. مثلا برادکست دومینی که بین A و B مشترک است، برادکست دومینی که بین B و C مشترک است، برادکست دومینی که بین C و D مشترک است و برادکست دومینی که بین D و A مشترک است. خب ما میتونیم اینه چجوری فرض کنیم دوستان من؟ نکنید من فرض میکنم شاید دوره NA رو کار نکرده باشید، یادتون رفته باشه. البته خبر خوب براتون دارم، دوره NA رو ما توی وبسایت farkyontech به صورت کامل براتون گذاشتیم، میتونید استفاده کنید توی farkyontech.com که برید، اونجا هست آموزشش. ولی من میتونم اینو چجوری فرض کنم؟ من میتونم اینجا فرض کنم اگه از روتر A یه کابل کشم بزنم توی یه سویچی، از روتر B هم یه کابل کشم بزنم توی یه سویچ، انگاری که روتر A و B به هم وصل شدن. چرا این مثالو زدم؟ چون برای پیاده سازی همچین سناریوی داخل دنیای مجازی سازی، ما باید از سویچ های مجازی یا وی سویچ ها استفاده کنیم، سویچ های مجازی استفاده کنیم. خب کافیه من چیکار کنم؟ یه سویچ مجازی ایجاد کنم، مثلا به اسم VMnet 6، Virtual Network 6 مثلا، هر چیزی اسمش هر چی دوست دارید،
بعد موقعی که این سویچ هم روتر آ رو به ایشون وصل کنم هم بی رو به ایشون وصل کنم، پس ارتباط اینها کاملا برقرار میشه. برای انجام این کار داخل محیط VMware کافیه برید داخل منوی Edit Virtual Network Editor، بعد دکمه Change Setting رو بزنید، Yes رو بزنید. بچه ها موقعی که من اینجا وارد میشم میبینم 3 تا VMnet وجود داره، VMnet 0 و 1 و 8 که فعلا ما کارش نداریم، ما میخواییم VMnet های خود اینها رو بسازیم. خب روتر A احتیاج به 3 تا VMnet داره، من یه اد میزنم یه VMnet 2 که برای لن داخلی روتر A به عنوان مثال، یه دونه VMnet 3 که ارتباطش بینه، یا بذاریم حرفه تر عمل کنیم، B رو هم 3 رو هم میذاریم برای لن داخلی روتر B. اینا لن داخلی ایناست، انگار یه سویچ گذاشتیم پشت اینا. بعد VMnet 4 رو هم برای لن داخلی روتر C میذاریم و VMnet 5 رو هم برای لن داخلی روتر D میذاریم. خب حالا یه دونه ارتباط میخوام برای بین A و B، پس کافیه یه سویچ بسازم به اسم VMnet 6 برای ارتباط بین A و B. اوکی میکنم. خب یه دونه VMnet هم میخوام برای ارتباط بین B و C، VMnet 7. دوباره یه بالا میزنم، یه دونه بین C و D، VMnet 9. یه دونه دیگه هم میسازم برای بین D و A، VMnet 10. خب من اینا رو برای خودم یه جا مینویسم. خب VMnet 3 مربوط به A شد، VMnet 4 مربوط به B شد، VMnet 5 مربوط به C شد، ببخشید VMnet 2 مربوط به A شد، 3 مربوط به B شد، 4 مربوط به C شد، 5 مربوط به D شد و VMnet 6 شد A و B، 7 شد B و C، 8 شد C و D و 6 بین A و B، 7 بین B و C، 8 بین C و D و 9 هم بین D و A. خب یه دونه هم زیادی ساختی مهم نیست. اوکی میکنم و میرم شروع میکنم به ساخت دونه دونه روتر هام داخل محیط مجازی VMware. پس میخواییم دوره RE رو به صورت کامل داخل محیط مجازی انجام بدیم و خب خیلی حرفه‌ای و کامل تمرینامون رو انجام بدیم. خب این اوکی میکنیم، داره سویچ هاش رو ایجاد میکنه، تنظیماتشون رو به صورت کامل انجام میده. من اینجا ریلاز پاوز میکنم تا این کارش رو انجام بده. اوکی دوستان عزیز ساخته شد. حالا میخوام برم روتر هامو یکی یکی بسازم. کافی برم تو منوی فایل، نیو ویرچوال ماشین، نیکست، نیکست. اینجا I will install operating system later رو انتخاب میکنم. اینجا به خودتون هر چی دلتون میخواد انتخاب کنید، مثلا Microsoft Windows XP Professional، Next. اسمش رو بذاریم مثلا RB، منظورم روتر بورد میکروتیک RB-A، Next. اینجا میزان هاردی که میخواید رو بهش اختصاص میدید، اصلا اهمیتی نداره چون فضایی نمیخواد. Customize Hardware رو میزنم. بعد توی قسمت New CD DVD میام ایزوه میکروتیکم رو بهش اختصاص میدم. یه سری دوستان برشون سال پیش بیاد که مثلا من میخوام میکروتیک یاد بگیرم با سخت افزارش باشه. نه دوستان، غیر از دوره وایرلس کل دوره میکروتیک رو به صورت مجازی میتونید برای خودتون تمرین کنید. خب یه دونه نتورک ادپتر ساخت ریموو میکنم، به ترتیب کارت شبکه هامو اد میکنم. چرا میگم به ترتیب؟ چون به ترتیبی که اینجا اد کنید بعدن تو میکروتیکتون شماره گذاری میشه. خب قرار شد VMnet 2 من لن داخلیش باشه که قرار شد اتر 1ش باشه، پس اینجا اد میزنم، نتورک ادپتر رو انتخاب میکنم، اینجا میام VMnet 2 رو انتخاب میکنم، دوباره اد. قرار شد ارتباط بین A و B، A و B بشه اتر 2ش، پس اینجا اد میزنم، نتورک ادپتر و میام VMnet چند رو انتخاب میکنم، VMnet 6 رو انتخاب میکنم. بعد اد میزنم دوباره، یه دونه نتورک ادپتر دیگه که قرار اترنت 3 میکروتیک من باشه رو انتخاب میکنم که VMnet 9 من شد ارتباط بین این دوتا. خب
کلوز رو میزنم، فینیش، و خب میکروتیک اول من روشن میشه، میره برای نصب بدون هیچ مشکلی دوستان عزیز من. پس میبینید ما به راحتی میتونیم سناریوهامون رو پیاده سازی کنیم. خب به ماسک این محیط اومد، یه حرف A میزنم که به معنی آله، یعنی همه گزینه ها میخوام نصب بشه. بعد حرف آی رو میزنم که اینستاله، میگه آیا میخوای کانفیگاش، فکر میکنه قبلا اینجا میکروتیک نصب بوده، میگه میخوای، میگم نه. بعد میگه کل هاردتو میخوام فرمت کنم، اوکی، میگم اوکی، و میره برای نصب. خب این تا داره نصب میکنه، من برم میکروتیک بعدیم رو هم ایجاد کنم. نیکست نیکست نیکست. خب اسمشو بذاریم RB-B این دفعه. نیکست کاستومایز هاردور، CD-DVD، فایل های نصب رو بهش میدیم. کارت شبکه رو قرار شد به ترتیب میتونید ریموف کنید، اصلا اد کنید از اول. خب لن داخلی بی VMnet 3 من هست، VMnet 3. بعد دوباره اد رو میزنم، نتورک ادپتر، ارتباط بین بی و سی که اتر دوش باید باشه میشه VMnet 7 من، و دوباره اد رو میزنم، نتورک ادپتر، ارتباط بین آ و بی. بچه من اینجا رو آ و بی هم VMnet 10 هم آره دیگه، باید برای اینجا هم یه دونه کارت شبکه میذاشتم. VMnet آنه 6، درست درست، VMnet 6 من هم ارتباط بین آ و بی. خب همونجور که میبینید بچه ها به ترتیب VMnet هم اد شد، 3 که لن داخلیشه، 6 بین آ و بی، و 7 هم بین بی و سی. خب کلوز رو میزنم، فینیش رو میزنم، پلی میکنم. خب این نصب شده، کافیه اینتر کنم، میکروتیک ریبوت میشه، میاد بالا بدون هیچ مشکلی. این یکی هم میره برای نصب، دوباره حرف A I یه N یه Y تمام، میره برای نصب. میرم سراغ میکروتیک بعدی، next next، اسمشو میذاریم RB-C، next، customize hardware رو میزنم. خب قرار شد فایل نصب رو بهش بدم، بعد کارت شبکه ها رو به ترتیب بهش میدم، router C، VMnet 4 لن داخلیش هست، VMnet 4، اد رو میزنم. پس بچه ما تو این جلسه داریم بستن سناریومون رو یاد میگیریم و جلسه به جلسه اینو کانفیگ میکنیم، میریم جلو. VMnet 4، بعدیش ارتباط بین C و D که میشه VMnet 8، ببخشید VMnet 9، 8 رو نباید بذاریم، 8 نته، این میشه 9، این میشه 10. اوکی، VMnet 9، ارتباط بین این، و اد دوباره میکنیم، ارتباط بین بی و سی هم که VMnet 7 شد. به همین راحتی، به همین خوشمزدگی میکروتیک بعدیم هم نصب شده، روتر بی یه اینتر میزنم بوت میشه میاد بالا، روتر سی من هم نصب میشه، یه حرف A-I-N، A-I-N و Y. خب روتر دی رو هم به همین ترتیب ایجاد میکنم، RB-D. یه ذره تنها نکته که داره موقع مجازی کار میکنید اینی که حواستون باشه کدوم کارت شبکه رو به کدوم اختصاص داره، تنها نکتهش همینه که یه ذره حواستون رو جمع کنید بدونید چی به چی هست تا به قول خودمون گفتنی لذتش رو ببرید. خب لن داخلی روتر دی VMnet 5 میشه، بعد دوباره یه اد میزنم، ارتباط بین دی و آ VMnet 10 میشه، بین دی و آ VMnet 10 میشه.
چیزایی که خودمون ساختیم تصمیم گیریش با خودتون و شما کدومو انتخاب کنید برای کدوم. فقط حواستون باشه بین هر دوتا روتری باید مشترک باشه و ارتباط بین سی و دی هم که وی ام نت 9 میشه. به همین راحتی به همین خوشمزگی فینیش رو میزنم، اینتر و روتر من نصب میشه میاد بالا. پس دوستان عزیز من، ما هدفمون اینه که خفن ترین سناریوها رو با استفاده از محیط مجازی انجام بدیم. اولین کاری که میکنید فقط اینه که خب الان همه این روترها معلوم نیست کدوم به کدومه. تنها کاری که باید بکنید برای که قاطی نکنید از طریق کامند اسم اینها رو ست کنید. یوزر نیم ادمین بدون پسورد واردش میشم. کیو رو میزنم که لایسنس رو نخواد. میگم برو داخل منوی سیستم آیدنتیتی که میشه تنظیم اسمش، ست کن. نیم رو اسمش رو بذار RB-A. تمام، اسمش شد RB-A. تو روتر B هم همینجور. لایسنس رو نمیخوام ببینم، نو میزنم. سیستم آیدنتیتی ست نیم RB-B، اینم شد RB-B. روتر C هم این که اینتر نزده بودیم هنوز توش ریبوت شه، اینم همینجور. خب روتر C بیاد بالا. یوزرنیم ادمین بدون پسورد، کیو رو بزن که لایسنس بیاد بیرون. سیستم آیدنتیتی ست نیم RB-C و تو روتر آخر هم ادمین سیستم آیدنتیتی ست نیم RB-D. تمام، ما دیگه هیچ کاری با محیط کامند نداریم. یه کنترل آلت هم میزنیم که موس هم آزاد بشه. حالا خیلی راحت اگر وین باکس رو باز کنم تو منوی نیبر دقیقا دارم تمام میکروتیک هم میبینم. روتر آ، سی، بی، دی. چرا ستا نشون میده؟ به خاطر اینکه ما تمام کارچبکه رو این رو سیستممون هم داریم. اگر من الان وارد هر کدوم از این روترها بشم، مثلا داخل روتر آ به عنوان مثال، وارد روتر بی و وارد روتر سی و همینطور وارد روتر دی، بدون هیچ مشکلی اینها وارد میشن و میتونم تک تک این روترها رو ببینم. این روتر دی من هست به عنوان مثال میذارمش این گوشه، این روتر بی من هست میذارمش این گوشه، این روتر آی من هست میذارمش این گوشه و اینم روتر سی من هست. این فقط وین باکسه، این مونده بود رو صفحش. اینم روتر سی من هست این گوشه. دقیقا بچه ها چهار تا روتری که میخوام رو بدون که یه ریالی پول پرداخت کنم به دست آوردم و اگر برم تو منوی اینترفیسشون هر کدومشون سه تا اتر دارن. درسته من اونجا وی ام نت دادم ولی میکروتیک اصلا متوجه مجازی نمیشه، به عنوان یه کیس یه سیستم واقعی نشناخته که سه تا کارت شبکه داره. پس هر کدوم از اینا اتر یکشون لن داخلیشون، دو ارتباط با روتر بعدی، سه ارتباط با روتر قبلی. پس اگر من برم داخل منوی آی پی نیبر که همسایه‌ها رو نشون میده، روتر آ داره رو اتر 2 اش روتر بی رو میبینه، رو اتر 3 داره روتر سی رو نباید ببینه، احتمالا یه جای اشتباهات کردیم. روتر بی توی منوی نیبرش داره دقیقا این درسته، داره روی اتر این کارچبکه بین اینا مشترک گذاشتیم ولی کلن رو 2 داره روتر آ رو میبینه، روی 3 داره روتر بی رو میبینه. میبینید که این الان روتر آه، یه جا ما یه دونه رو اضافه دادیم ولی کلا نگاه کنید، رو اتر 2 که ارتباطش با روتر بعدی هست داره دی رو میبینه، رو اتر 3 که ارتباطش با روتر قبلی هست داره بی رو میبینه. از اون بر روتر بی رو هم ببینیم اینجا با هم، دی رو هم دی که هیچی، روتر بی بی منوی آی پی نیبر همونجوری که میبینید این دقیقا درسته درسته. رو اتر روتر بی اتر 2 با روتر سی در ارتباطه و اتر 3 با روتر آ در ارتباطه. دوستان عزیز امیدوارم لذت برده باشید. ما سناریومون رو راه اندازی کردیم، آپش کردیم، آوردیمش بالا و انشالله تو جلسات بعد شروع میکنیم آی پی گذاشتن، روت نوشتن، مباحث چک گیتوی، پریف سورس، دیستنس، منگل و پالیسی روتینگ و بحثای فوق العاده جذاب
امیدوارم از مباحث لذت برده باشید و پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.